بعد از 40 سالگی دقیقاً چه اتفاقی در بدن شما رخ می‌دهد؟ به کانال ما خوش اومدید. ترس از پیری یکی از ترس‌های شایع انسان‌ها است. روانشناسان معتقدند ترس از پیر شدن ایرادی ندارد. اما شما باید به ترس خود غلبه کنید و درک کنید که هر سنی مزایا و معایب خودش را دارد. در ادامه به جنبه‌های مثبت و منفی بالا رفتن سن می‌پردازیم. و می‌خوایم ببینیم که بعد از 40 سالگی چه اتفاقی در بدن ما می‌افتد. توجه داشته باشید که لزوماً همه موارد زیر برای شما اتفاق نمی‌افتد و بروز این تغییرات به سلامت و سبک زندگی شما بستگی دارد. پس لطفاً در کانال ما عضو بشید و تا انتها با ما همراه باشید. شماره 1. موهایتان کم‌پشت می‌شود. این مشکل بیشتر در مردان رخ می‌دهد. اما بسیاری از مردم قبل از 30 سالگی موهایشان کم‌پشت می‌شود و 53% از آنها بعد از 40 سالگی تاس می‌شود. زنان هم بخشی از موهای خود را از دست می‌دهند، اما این روند در آنها آهسته‌تر از مردان عمل می‌کند. بله، اتفاق ناخوشایندی است، اما نکته مثبتی هم در آن وجود دارد. و آن این است که از آن زمان رشد موهای بدن هم متوقف می‌شود. برای جلوگیری از ریختن سریع موها، از موهای خود مراقبت کنید. گیاهگاه آنها را کوتاه کنید، از ماسک‌های مو استفاده کنید و از سشوار استفاده نکنید. به رژیم غذای خود تنوع دهید و ویتامین‌های بیشتری مصرف کنید. همچنین می‌توانید به پزشک متخصص مراجعه کنید تا علت ریزش موهای شما را پیدا کند و مشکلتان را برطرف کند. شماره 2. راحت‌تر می‌توانیم والدین خوبی برای فرزندانمان باشیم. زنان و مردان 40 ساله تجربه بیشتری از زندگی دارند. با مشکلات بهتر روبرو می‌شوند و می‌دانند که در موقعیت‌های دشوار چه کاری را باید انجام دهند. علاوه بر این، آنها نسبت به افراد 20 ساله ثبات اقتصادی بیشتری دارند و به همین دلیل والدینی که سن بیشتری دارند می‌توانند هر چه کودکشان نیاز دارد را برایش فراهم کنند. شماره 3. ممکن است بدن ما به لاکتوز حساس شود. بعضی از افراد از دوران کودکی قادر به هضم مواد لبنی نیستند و بعضی دیگر بعداً دچار این مشکل می شود. مشکل ناسازگاری با ماده لاکتوز موجود در شیر معمولاً بعد از 40 سالگی در زنان به وجود می آید. در این سن، سطح آنزیم لاکتاز در بدن کاهش پیدا می کند. این آنزیم به هضم ماده لاکتوز کمک می کند. نتیجه این مسئله، ناتوانی در هضم شیر و بروز مشکلات روده خواهد بود. اگر شما دچار این مشکل هستید، از شیرهای بدون لاکتوز استفاده و مواد پروبیوتیک مصرف کنید. شماره 4. از حساسیت دندان‌های ما کم می‌شود. اگر در دوران جوانی از حساسیت دندان رنج می‌بردید، این مشکل احتمالاً با بالا رفتن سن برطرف خواهد شد. علت این مسئله عاج دندان است. بافتی از جنس کلسیم سخت شده که به مرور زمان رشد می‌کند و به همین دلیل از حساسیت دندان‌ها کاسته می‌شود. شماره 5. قدمان کوتاه می شود. بعد از 30 سالگی بدن ما شروع به تحلیل رفتن و کوچک شدن می کند و بعد از 40 سالگی این تغییرات را می توان به چشم خودمان ببینیم. طبق تحقیقات بین سن 30 تا 70 سالگی در مردان به تدریج 1 اینچ یعنی 2.5 سانتی متر و زنان نزدیک به 2 اینچ یعنی حدود 4 سانتی متر کوتاه می شود. برای آنکه قد شما کوتاه نشود، غذاهای حاوی ویتامین دی و کلسیم بخورید و ورزش فراموش نشود. شماره 6. سوخت و ساز بدنمان کم می شود. اگر در 40 سالگی همان غذایی را بخورید که در 20 سالگی می خوردید، خیلی زود وزن شما بالا می رود. بعد از 40 سالگی، سوخت و ساز بدن کاهش می یابد و ما با سرعت بیشتری عضلاتمان را از دست می دهیم. زنان در بین سنین 40 تا 55 سالگی نزدیک به 7 کیلوگرم وزن اضافه می کند. برای جلوگیری از این مسئله باید رژیم غذایی سالمی داشته باشیم و ورزش کنیم. شماره 7. جذابیت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنیم. به ادعای روانشناسان، زنان بعد از 40 سالگی بیشتر از زنان 20 و یا حتی 30 ساله اعتماد به نفس دارند. این مسئله با آنان کمک می کند که خود را دوست داشته باشند. هرگز برای مسائل کوچک و بی اهمیت نگران نشوند. آدم های منفی را از زندگی خود حذف کنند و واقعا شاد و از نظر مالی مستقل باشند. شماره 8. ممکن است شنوایی و بینایی ضعیف شود. در سن 40 سالگی افراد دچار دوربینی یا دیگر مشکلات چشمی می شوند.
معمولا برای مطالعه به نور بیشتری نیاز پیدا می کنند و همینطور دچار تغییراتی در تشخیص رنگ ها می شوند. یک مشکل دیگر هم خشک شدن چشم خواهد بود. شنوای ما هم ضعیف می شود. علت این مسئله بروز تغییراتی در ساختار پرده گوش و گوش داخلی است. برای آنکه به موقع متوجه مشکل شوید، گهگاه برای انجام معاینه به پزشک مراجعه کنید. شماره 9. سیستم ایمنی بدن ما قوی تر می شود. تا سن 40 سالگی مورد تهاجم ویروس های بسیار مختلفی قرار می گیریم. در نتیجه سیستم ایمنی بدن ما قوی می شود و کمتر بیمار می شود. برای تقویت سیستم ایمنی خود باید رژیم غذایی سالم و خواب کافی داشته باشید. به علاوه حضور در فضاهای باز و تنفس‌های تازه اهمیت بسیار زیادی دارد. و اما آخرین مورد شماره 10. قدرت چشایی ما تغییر می کند. انسان هنگام تولد 9000 گیرنده چشایی دارد. با بالا رفتن سن از تعداد این گیرنده ها کاسته می شود و به تدریج بخشی از قدرت چشایی ما از دست می رود. این تغییر معمولا از مزایای شور و شیرین آغاز می شود و بعد از آن نوبت به مزایای تلخ و ترش است. با این حال تغییرات چشایی در زنان زودتر از مردان رخ می دهد.